سلام، من میسیس ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. در برنامه امروز میخوایم از توهین شهاب مرادی به مشهدی ها، اون هم در برنامه زنده تلویزیونی، بهتون بگیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنین. حمایت شما باعث دلگرمی ما است. فراموش نکنید اگه از برنامه ما خوشتون اومد حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو دنبال کنید. ویدئویی از حجت الاسلام شهاب مرادی در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه که او در حال صحبت با موجی برنامه زنده شبکه 3 اول میگه مشهدی‌ها خیلی خوبن و بعد با حالتی شوخی جدی میگه توصیه میکنم هیچ وقت با مشهدی‌ها همکار نشین. او سپس ادامه میده و با خنده میگه بین مرگ و همکاری با بعضی مشهدی‌ها مرگ شیرین تره. این سخنان شهاب مرادی با خنده از ته دل مجری همراه میشه. سخنان شهاب مرادی واکنش مشهدی ها رو به همراه داشت و بعد اونقدر قضیه داغ شد که اون مجبور به عذرخواهی شد و در صفحه اینستاگرامش نوشت هرچند کلی از مشهدی های عزیز تعریف کردم اما ظاهرا سوء برداشت شده، با کمال احترام و تواضع عذرخواهی میکنم. با این حال این عذرخواهی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی کفایت نکرد و اونها همچنان شهاب مرادی رو مورد انتقاد قرار دادن. یکی از کاربران نوشت از آقای مرادی که سالها درس داده و من بر رفته انتظار می‌رفت به مسائلی که برای مردم مهمه توجه داشته باشه و اینجوری باعث خدشه‌دار شدن روحیه اجتماعی نشه. کاربر دیگه ای هم نوشت حاج آقا میخ رو زدی به دیوار، حالا بکشیش هم ردش میمونه. تازه توی رسانه ملی به مشهدی ها توهین کردی، حالا توی اینستاگرام عذرخواهی میکنی؟ کاربر دیگه ای هم نوشت باید از آقای مرادی پرسید این همه گفتید برای قلم انسان ها توی قبر پاسخ باید داد، برای توهین و تمسخر پاسخ لازم نیست که اینجوری درباره مشهدی ها حرف میزنی؟ یکی از اعضای شورای شهر مشهد هم در واکنش به حرفای شهاب مرادی نوشت اگر از توهین شهاب مرادی به مشهدی ها بگذریم، آقای رئیس محترم صدا و سیما لطفاً با مجری بی‌ادبتون که در برابر توهین های جناب مرادی به مشهدی ها از ته دل میخنده و هیچ اعتراضی نداره برخورد کنید. شهاب مرادی متولد اسفند 1350 در تهرانه. او تحصیلات حوزوی داره و به واسطه فعالیت در فضای مجازی به خصوص در اینستاگرام طرفداران زیادی داره. حضور در برنامه های محبوب تلویزیون همچون حالا خورشید با اجرای رشید پور، کتاب باز و خندوانه و دوری از سیاست از عوامل دیگر محبوبیت او هست. او و همسری 3 فرزند به نام های حسین، هادی و هدا دارند. این روحانی مشهور و خوش چهره در حوزه ازدواج جوانان رفع مشکل اونها فعالیت زیادی کرده و چندین کلاس و مشاوره در حوزه های مختلف برگزار کرده و مشاوره داده. او همچنین برای آزادی نرگس کلباسی فعال حقوق بشر به هندوستان سفر کرد و با مسئولین مربوط صحبت کرد. شهاب مرادی روند روبرشت خودش رو از سال 1386 آغاز کرد و او استارت فعالیت خودش رو از برنامه مردم ایران سلام محمد رضا شهیدی فرد در شبکه 2 سیما زد و از اون پس کار خودش رو با چند بازوی قوی گسترش داد. اول یه وبلاگ قوی که در اون مطلب می‌نویسه و بخش تعاملی یا پرسش و پاسخ قوی داره،
در چند سال اخیر غالب فعالیت‌های مجازی او به اینستاگرام منتقل شده. دوم، مؤسسه روانشناسی با عنوان زندگی بهتر در شرق تهران و سوم، در سال‌های اخیر که تونسته با کلاس‌هایی با موضوع ازدواج و با عنوان کلاس مجردها در کانون توجه قرار گرفت. او در چند ماه اخیر با انتقادهایی که در برنامه‌های تلویزیونی از سریال معمای شاه انجام شد و همچنین انتقادی که از عدم بیان نام تلگرام در این رسانه انجام شد در صدر توجه فضای مجازی قرار گرفت. یکی از نقاط قوت او دوری نسبی از سیاسته. او علاقه‌اش رو نسبت به تکنولوژی و مظاهر یه زندگی مرفه و شیک پنهان نمی‌کنه. و در این حال همون نگاه بدبینانه و سختی رو به آمریکا و غرب داره که میان جدیدترین اصولگرایان میتونیم سراغ داشته باشیم. شهاب مرادی به دو دلیل چهره محبوب و سوژه خوبی هست. اول اینکه تلاش برای بهتر شدن زندگی خانواده های ایرانی رو وظیفه خودش میدونه. و به همون اندازه که به تحصیل و تدریس اهمیت میده، به مشاوره و تحکیم خانواده هم فکر میکنه. او سال هاست که ازدواج کرده و دارای 3 فرزنده. همونطور که گفتیم، نام دو پسرش حسین و هادی و نام دخترش هدا هست. مشهدی ها خیلی خوبند. توصیه میکنم هیچ وقت با مشهدی ها همکار نشی. بعد هیچ وقت. یعنی بین مرگ و همکاری با بعضی از مشهدی ها مرگ شیرین تره. واقعا شیرین تره. خب اینو گفتم آخه این خشم گفتن تو هم گفتن کوریه چیز بازی چیز بود که نشون بدیم که چی میشه اگه بخواد والا صاحب بخورم گواره عرض میکنم که ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً ما رو با لایک و سابسکرایب کردن همراهی کنید. همچنین برای دنبال کردن برنامه‌های بعدی ما اون زنگوله رو هم فشار بدید.